که سکتورهای امنیتی و دولت قادر به تامین امنیت مردم صفحات شمال نیست، بتاد قمانده جنگ صفحات شمال با مارشال صاحب دوستم تا باشه با تجارب نظامی که در عرصه مدیریت جنگ داره بتونه صفحات شمال را مدیریت بکنه. و هرگاهی که سکتورهای امنیتی و دولت قادر به تامین امنیت مردم صفحات شمال نیست، بتاد قمانده جنگ صفحات شمال با مارشال صاحب دوستم تا باشه با تجارب نظامی که در عرصه مدیریت جنگ داره بتونه صفحات شمال را مدیریت بکنه. ما پیشنهاد میکنم که تالار بر دو هفته تعطیل شوه و وکیلای معزز همگی برن به ولایات خود، برن به ولایات کنار کوهای مسلح خود استاد شوه، مردم همکاری کنند تا ای که در این شرایط حساس همه مردم در کنار نظام باشه، برای مشروعیت بیشتر نظام همکار باشه. جناب رئیس، بفهمین که در صفحات شمال جنگ به شدت جریان داره، از 14 ولسوالی ولایت فاریاب یکی هم در امن نیروهای امنیتی نیست. دیروز روز یک شنبه ولسوالی قیصار به دست طالبان سقوط کرد. جناب رئیس، ما دیروز با جمعی از وکلا رفتیم به پیش وزیر صاحب دفاع، وزیر صاحب داخله و رئیس عمومی امنیت هم در اونجا حضور داشتن. از اونا تقاضا کردیم که تا تیاره روان کنند به ولسوالی قیصار که اکثر از نیروهای امنیتی که تا خلاص شدن مهماتشان در مقابل طالبا استاد شدن، جنگیدن و الا که اسیر شدن و 80 تن از نیروهای امنیتی شهید و زخمی شدند در ولسوالی قیصار. جناب رئیس، اونا وعده و اطمینان دادند که شب تیاره روان میکنیم، اما متاسفانه تا کنون هیچ نه تیاری در اونجا رسید و نه نیروهای کمکی. وضعیت مردم قیصار بسیار در حالت وخیم است. تقریبا 2000 منازل مسکونی ویران شده، تعداد مهاجرین هم در ولایت در شهر میمنه در اونجا متوطن شدند و خیلی ها در یک وضعیت وخیم اونا بسر میبرند. و همچنان قابل یادآوری میدانم که در ولسوالی دولت آباد، شیرین تگاب، خواجه سوزپوش، بلچراغ و گرزیوان هم جنگ شدید در جریان است و احتمال سقوط ولسوالی دولت آباد هم هر لحظه محسوس میشه. از سکتورهای امنیتی، از دولت جمهوری اسلامی افغانستان تقاضا مندم که هرچی عاجل به کمک بشتابند و در اونجا نیروهای کمکی را روان کنند و تیاره بفرستند تا باشه که اونا را از این وضعیت نجات بتن. جناب رئیس، متوجه باشین موضوع مهم است و هرگاهی که سکتورهای امنیتی و دولت قادر به تامین امنیت مردم صفحات شمال نیست، بتاد قمانده جنگ صفحات شمال با مارشال صاحب دوستم تا باشه با تجارب نظامی که در عرصه مدیریت جنگ داره بتونه صفحات شمال را مدیریت بکنه و نقاط آسیب پذیر و جایهایی که به دست طالبان دور با مهار ساختند و مدیریت جنگ تامین امنیت بکنه. جناب رئیس صاحب، طور که دهقانپور صاحب گفتند، ولایت غور یکی از جمله ولایت هایی می باشد که از 11 واحد اداری 9 واحد اداری از او طی چندین سال اخیر تحت تصرف طالبا بود تا 80 الی 90%. متاسفانه تا به حال اجراعات قاطع و یا حمایت نظامی صورت نگرفته. ما دیروز پیش وزیر صاحب دفاع رفته بودیم، رئیس امنیت همونجا بود، وزیر داخله همونجا بود. ما گفتیم که شهرک، ولسوالی شهرک در خطر سقوط قرار داره، باید توجه شود. در غیر از او مردم غور با سقوط نیمی از ولایت مواجه میشن. متاسفانه توجه صورت نگرفت با وجودی که تعهد کردن که شب برای ما حمایت روان میکنن و حمایت هم نشد.
بناهن اگر در حال حاضر و سایر ولسوالی ها ولسوالی دولینه و سایر ولسوالی ها در خطر سقوط قرار داره، در صورت که یکی از این ولسوالی ها سقوط بکنه، شش ولسوالی تحت تاثیر قرار میگیره و نیم از ولایت غور، بیش از نیم از ولایت غور در خطر سقوط قرار داره. بناهن ما در حال حاضر متاسفانه شهدای ما در ولسوالی شهرک بروی خاک قرار داره و هیچ کسی و هیچ ارگانی مسئولیت از این نمیگیره که حتی شهدای ما را از روی خاک جمع بکنه. جناب رئیس صاحب، توجه شما را میخواهیم در این قسمت که از ارگانهای امنیتی بخواهیم که تا پاسخگو باشه و در قسمت سقوط ولایت ها توجه داشته باشه، خصوصا ولایت غور که از ولایت های محروم، هم در قسمت نظامی ما تجهیزات نظامی ضرورت داریم و هم حمایت قاطع از وزارت دفاع، امنیت ملی و وزارت داخله ضرورت داریم. در غیر از این صورت فاجعه انسانی و بشری در ولایت غور رخ میدن. جناب رئیس صاحب، خدمت رئیس جمهور باید عرض بکنیم که جناب رئیس جمهور، زمان زمان اتحاد است، زمان زمانی است که شما باید تمام اقوام و تمام گروه ها و تمام احزاب به سوی اتحاد ببرین. زمانی هست که ما در برابر طالب باید متحد باشیم. زمانی از این نیست که شما یک رئیس تقرریشو برکنار بکنین، یک وزیر برکنار بکنین و یا یک وزیر نو بین. زمانی است که ما باید یک صدا با هم در برابر طالب ایستاد شویم. اگر از این فرصت استفاده نکنیم، کشور از ما از دست ما رفته. من آن بیاییم از خودخواهی های به نهایت دست بکشیم، بیاییم از همگرایی، از قومگرایی، از حزبگرایی دست بکشیم و کشور اتحاد بدن. از شما، از دکتر صاحب عبدالله میخواهیم که زمان زمان اتحاد است و زمان زمانی است که تاریخ میسازه. اگر شما امروز کشور به نجات ندین، متاسفانه یک تاریخ زیاد از تاریخ افغانستان نوشته میشه که او عدم اتحاد به علت از این است که سران کشور ما با هم اتحاد ندارن، مردم ما با هم اتحاد دارن، مردم ما با هم اختلاف ندارن. جناب رئیس صاحب، حرف اخیر من این است که غرب کابل با خطر با خطر نسل کشی روبرو هست و از حکومت میخواهیم که به زودترین فرصت، ما نباید به خاطر خوش ساختن بعضی کشورها، به ویژه کشور هند، دشمنی علنی را در مقابل یک کشور دیگه اعلان بکنیم و توان و بهایش مردم مظلوم افغانستان بپردازه. جناب رئیس، هیچ وقت دوستی افغانستان، دوستی سیاسی افغانستان نه در گذشته و نه حال و نه در آینده ارزشی از این را نداره که ما دشمنی را با کشور پاکستان اعلام کنیم. سخنرانی های بی مورد و ناسنجیده شده جناب دکتر صاحب محب قطعا به نفع افغانستان نیست، بلکه معضل افغانستان پیچیده و پیچیده تر می سازه و بهای از این را مردم مظلوم افغانستان خواهند پرداخت. از هر وقت دیگه کرده باید ما تلاش کنیم از طریق تفاهم، دیپلماسی قدرتمند، قوی و راهبردی بتانیم که همسایه های افغانستان را قناعت بدیم و مشکل افغانستان را از راه سیاسی حل کنیم. موضوع دیگر موضوع صلح است. تا زمانی که خطر و تهدید متوجه منافع افراد نبود، طالب برادر خطاب می شد، زندانی های طالب آزاد می شد و از طالب یک چیره خیلی نرمال و همه پسند برای جهان ارائه می شد. کسایی که دیروز برای طالب مقاله نوشته می کرد، امروز ارزشی را ندارند که بیاین تدریس مقاومت و مقاومتگری را برای ما بکنند. ما دیروز در گذشته هم در مقابل تروریست ها استاد بودیم و باز هم به کمک پروردگار استاد هستیم، در حالی که به شدت طرفدار صلح و طرفدار ازی هستیم که راه حل افغانستان از طریق گفتگو و دیپلماسی و دیپلماتیک حل شوه. ما یک بار دیگر تاکید میکنیم جناب رئیس، امروز چوکی و مقام آقای غنی در خطر قرار گرفته و به صلح پشت پا میزنه. تمام موضوعاتی که در ارتباط به صلح پیشکش میشه از طریق راه های سری پیچیده و خیلی مزمن پشت پا زده میشه و هر روز ولسوالی ها به دست طالب سقوط میکنه. جناب رئیس، به سالگرد شهادت برادر قهرمان ما جنرال پر افتخار جنرال محمد داود داود بیانات داشتند جناب دکتر عبدالله که گویا افغانستان سکوت میکنم. رئیس، اگر به منافی شخصی و مراد دل زینا باش، افغانستان و نظام سکوت نمیکنه. وقتی که اندک فیصدی زینا امتیاز زینا کم شد، باز نظام سکوت میکنه.
هرگز نظام سکوت نمیکنه. در صورتی که سکوت میکنه از پیش شما برای که کسای دیگه هست که نمیگذاره نظام به دست ایرانی ها و پاکستانی ها سکوت بدیم. ما جناب رئیس ما پیشنهاد میکنیم که تالار بر دو هفته تعطیل شوه و وکیلای معزز همگی برن به ولایات خود، برن به ولایات کنار کوهای مسلح خود استاد شوه، جلب و جذب کنه در صفوف اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی، برن بر دو هفته به ولایات خود، ای ما داخل تالار بشینیم چیخ بزنیم که چی گپ هست چی گپ نیست، ای به درد ما نمیخوره، انتقاد ما به جای نرسیدیم، بریم کاستین برزنیم، بریم به ولایات خود کنار مردم و نظامی های خود باشیم، در غیر از صورت ولایات خود ولسوالی های خود ما از دست میدیم. جناب رئیس قرار اطلاع که طالب ها پنهانی رها میشه، ما سر جناب جلالت ما رئیس جمهور صدا میکنیم در صورتی که طالب ها پنهانی رها شوه ای دفعه ملت افغانستان قیام مردمی میکنه بر علیه شما. ما ای دیگه تعامل نداریم که خانه ملت خبر نباشه او یک معامله سیاسی 6,500 طالب یک دفعه قاتلای مردم افغانستان رها کردیم، باز 7,000 هم از طرف شو پنهانی رها شود. و جناب رئیس افسرای ما زندان است، افسرای قوای مسلح، اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی، امینا را جناب رئیس جمهور حکم کرد که رها شود تا فعلا اینا در زندان سر میبره. بنان یک طالب پاکستانی ایرانی او رها میشه، افسرای قوای مسلح ما در زندان است، در بند، او هم در بگرام امرای یک تروریست. ما شما خواهشمندم جناب رئیس که این صدای افسرای ما که در قید است به گوش جناب رئیس جمهور برسانیم، چون مریضی کرونا هم هست، هرچی عاجل افسرای ما رها شود. جناب رئیس خوشحالم که از سفر بخیر برگشتین، امیدوارم این موضوع را توجه کنین. مطابق ماده 6 قانون اساسی دولت مکلف است برای ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی در تمام امورات و تعیینات وحدت ملی، عدالت اجتماعی و برابری میان اقوام افغانستان را در نظر بگیرد، مخصوصا در این شرایط حساسی که ما با بحران تهدید تروریسم بین المللی مواجه هستیم. تغییر و تبدیلی یک اصل است. جناب رئیس صاحب امیدوارم این موضوع را توجه کنم، توجهتان خواهان هستم. در این اواخر ما شاهد یک تغییرات و تبدیلی عمومی در رهبری ولایت میدان وردک بودیم که ما از استقبال میکنیم، با هیچ فردی مشکل نداریم، همکار هستیم. امیدوارم این اشخاص جدیدی که رفتن اینا به خیر و به صلاح ولایت تمام شود، ما هم به فال نیک میگیریم. اما سال گذشته ما یاد کردم جناب رئیس صاحب که در این تعیینات وحدت ملی و عدالت اجتماعی مد نظر گرفته نشده، نصف از باشنده های ولایت، از مردم مدنی ولایت که در کنار نظام هستند مانند دیگه هموطنهای خود به قربانی تروریسم هستند، اینا هیچ حضور ندارند در ساختار حکومت محلی، در تصمیم گیری هیچ نقش ندارند. ما امروز کتبن هم ایره نوشته کردیم خدمت شما تقدیم میکنم، اگر کدام خواستی بی جای و بی مورد و خلاف قانون است ما را قناعت بتین. در غیر از او امیدوارم یک هیئت تشکیل شود، حداقل مردم همکاری کند تا ای که در این شرایط حساس همه مردم در کنار نظام باشه، برای مشروعیت بیشتر نظام همکار باشه. این خواست ماست در شرایطی که بیس ها سقوط میکنه، پست ها سقوط میکنه، فوج اردوی ملی ما و پلیس ملی ما در چنگ طالب میفته و ما با یک تعیینات و تغییرات و تبدیلی ها مردم ناراض میسازیم، از کنار حکومت دور میسازیم، این به خیر و به مصلحت کشور نیست. ما ایره کتبا امروز خدمت شما تقدیم میکنیم، امیدوارم مطابق قانون شما ایره یک ارزیابی داشته باشین. جناب رئیس، مسئله اساسی یا مشکلاتی که ما داریم بحث امنیت است، خصوصا امنیت غرب کابل. دقیقا هر روز جناب رئیس از ما قربانی میگیره، هر روز ما شاهد تیکه تیکه شدن و پارچه پارچه
پارچه شدن و سوختن عزیزان خود هستیم. دیگه حوصله مردم ما واقعا به سوتو آمده، دیگه توان ازیر نداریم. جناب رئیس پیشنهاد میکنم میلیون ها پیسه از سر بخش امنیت و استخبارات افغانستان، از بودجه افغانستان، از بیرون از افغانستان استفاده میشه، ولی متاسفانه از امنیت هیچ خبری نیست. ما پیشنهاد میکنم جناب رئیس صاحب که سکتور امنیت به خصوص رئیس امنیت بخواین، اگر نمیتونه توان امنیت نداره برای غرب کابل، اجازه بده مردم خودش امنیت خود بگیره مثل روزای عاشورا. ما بالاترین چالش ها را داریم در بخش های صحی شمو رقم، وقتی انتحار میشه، انفجار میشه، جناب رئیس صاحب یک شفاخانه است به نام شفاخانه جنا، هیچ نوع امکانات در درون از اون نیست. شما یک هیئت تعیین کنین، حتی مردم ادعا داره که در درون از این شفاخانه همی مریض زخمی های عادی در حالت اضطرار وقتی میره، باور کنین میگه در 2 ساعت بعد از شعبه عاجل جنازه ایش برام میاد.